رادیو همراه. بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، مزاحمتون شدم برای اینکه ازتون کمک بگیرم برای تصمیم به بارداری برای بچه دوم. بله، شما همسرتون چند سالتونه؟ هر دو 33 ساله هستیم، دکترای آیتی داریم، بچه‌مون هم الان 18 ماهشه، پسره. چه مدتی ازدواج کردید؟ 5 سال میشه. به من بفرمایید که از امریکا تلفن میکنی؟ نه، استرالیا. بسه، چه مدتی سر به استرالیا هستی؟ 10 سالی میشه. چه مدتی قبل از آشنایی با هم دوست بودید؟ قبل از ازدواج؟ 3 سالی هم دیگر رو میشناختیم. اوکی، بسیار خوب. به من بفرمایید الان یه جا کار میکنید، دو جا کار میکنید، هر دو فول بله. تایمید، پارت تایمید، چگونه است؟ بله، هر دو روی سیستمای فرودگاه کار میکردیم، ولی همزمان با اومدن کرونا، دقیقا اولین قرنطینه وقتی بود که دیگه من رفتم برای زایمان، اون موقع هر دو کارمون رو از دست دادیم متاسفانه. 6 ماه اولی که پسرم به دنیا اومد، شوهرم کار نداشت، دنبال کار میگشت که پیدا کرد و شروع کرد، ولی من خب طبق گفته شما تصمیم اینه که 2 سال اول پیش پسرم بمونم و هنوزم هستم. خب حالا با توجه به آشنایی که به نظر میرسه با من دارید، میدونید یک، بله بله، وقت و نیرو و انرژی و هزینه و دو تا بچه با فاصله 20 تا 35 ماه در بلند مدت کمتر از یه دونه بچه است، و دوم بله سلامتی دو تا بچه با فاصله درست، با توجه به اینکه بقیه چیزا مساوی باشه، به هر حال یه امتیاز فوق العاده است برای داشتن حداقل دو فرزند. سنتون هم که 33 هست، خوشبختانه پسرتون هم 18 ماهشه، بنابراین یه فرصتی دارید در حد شاید بشه گفت زیر یک سال خیلی که فرزند دوم داشته باشید و خودتون رو از این بابت در حقیقت برای همیشه به مرحله ای که سالم و بهترین هست برسونید. دو دلیتون برای چیه و مسائل مشکلات کجاست؟ بله آقای دکتر، ما هم همین فکر رو میکردیم، همیشه دو تا بچه میخواستیم، کورسای شما رو گوش کرده بودیم، اون کورس 0 تا 3 سالگی رو که دیگه چند بار گوش کردیم، ولی آقای دکتر با اومدن کرونا همه برنامه هایی که ریخته بودیم به هم خورد و من دچار واقعا مشکلات فیزیکی زیادی شدم. اون 6 ماه اولی که پسرم به دنیا اومد، خب شوهرم واقعا بعد از اینکه کارشو از دست داد خیلی لحاظ روحی حالش خوب نبود، در نتیجه نمیتونست به منی که تازه مثلا زایمان کرده بودم و کمک بیشتری احتیاج داشتم کمک کنه. 18 ماه هم هست که قرار بود مادرم بیاد اینجا که یکم کمک من بکنه، ولی متاسفانه ایشونو هم راه نمیدن و حالا هم راه نخواهند داد، یعنی من حاملگی دومم هم دست تنها خواهم بود. بعد من تیش ببخشید، یعنی آخه عزیز که واقعا نمیذاره نه، من دوباره تصمیم بگیرم. نه آخه اینا دلیل نیست، خورد بود. اینا درست مثل این که بگه من تصمیم گرفتم برم دانشگاه ولی میگن باید پول بدی، یا به من گفتن که من لیستم رو کامل به تو نگفتم، هنوزا چند تا چیز دیگه هم هست. آخه اون دوتایی که بود خیلی خالی و بیمعنی بود، مجبورم بگم. خب حالا بذارید بقیه. بعد مامانتون رو برای چی میخواید؟ اگه قرار باشه یه دختر تحصیل کرده 33 ساله هنوز برای نگهداری یه نوزاد کم از نظر علمی میتونه بدونم نگهداریش، ولی انجام دادن کارهای خونه آقای دکتر. خب همه کارهای خونه، کارهای خونه، شوهر منم نمیرسه به من کمک کنه. اصلا کارهای خونه نداریم. شما یک خانه رو اگر هر روز تمیز میکردید، هفته دو هفته یه دفعه تمیز کنید، دست ظرفا رو یه جور دیگه بشورید، بعد یه نفر رو میتونید بیارید برای یه ساعت دو ساعت بقیه کارا بکنه، خریدتون رو بکنه. اصلا سر به سر من نگذارید.
شما تو این باش سن و پس سال اجازه قرار بدید نیست، دلیل های مهمتر رو هم بگم. من باش از اونا شروع میکردم به جای این یکی. فرقی نمی کنه، دلایل مهمترتون هم بفرمایید، چون اگر مثل دوتا دلیل اولتونه که به بعد کسی تلفن کردید. خب آره میدونم آقای دکتر، ولی اجازه بدید لیستو بگم خدمتتون. بفرمایید، من آقای دکتر ساکت میشینم. زمانی خواهش میکنم آقای دکتر، زمانی که باردار بودم متوجه شد، من خب زیاد آشنایی به مسائل روانشناسی نداشتم، اون موقع داشتم یاد میگرفتم خیلی از چیزا رو، احساس کردم که شوهرم انگار ADHD یا ADD داره. با یه روانشناس صحبت کردیم، نوبت گرفتیم که البته اون موقع آنلاین بود، که تایید کردن بعد از یه آزمون از ایشون گرفتن، گفتن که آره بچگی ADHD داشته ولی الان ADD داره. بعد من از یه طرف نه نگرانم نه که سب نکنه کنید. این ADD خب به بچه ها منتقل بشه. آخه اصلا مسئله ADD مسئله نیست، تو شما گفته ببینید. بودید ارسی هست این موضوع. خب نه، حرفتون درسته، ارسی هست، ولی بله. مسئله بیماری اینقدر مسئله جدی نیست. آها خب یعنی من فکر شما میکردم خیلی موضوع جدیه. اصلا اولا اینقدر که همسر، ببینید من اگر اشتباه نکنم شما میفرمایید همسرتون دکترا دارن، درسته؟ بله. در سن 33 سالگی دکترا گرفتن، چطور ممکنه ADD یا ADHD سنگینی داشته باشه؟ این یک، بنابراین خفیفه. بعد از اون اگه تست تووا ندادید، من خیلی تست های دیگر رو باش راحت نیستم، مگر یا QEEG دادید. این شماره یک. دوم، شما هزاران کودک و نوجوان و جوان و بزرگسالی که ADD داشتن، اگه سنشون اون بره مثلا 20 سال بوده، با دارو میتونن سیستم کنترل کنن، مثل که آدم عینک بزنه، تموم شد رفت. یعنی من از یه سنی به بعد شما دیدید آدم عینک بزنه، تموم شد. یا راه دیگر چون دارو مصرف کنه. دومش این که نورو فیدبکه، 40-50 تا جلسه که هیچ سخت و سنگینی نیست، برید میشینید در حقیقت یه بازی کامپیوتری میکنید، 40 جلسه 50 جلسه میرید، امواج مغزی اون قسمت از مغزتون مثلا در سمت چپ اگر کم بود توجه و تمرکزی که کم هست رو افزایش بدید به عنوان یه مهارت، تموم میشه برای همه عمر و مشکل ADD از بین میشه. این درست مثل اینکه من یا راهی دارم که عینک بزنم، هر زمان عینک رو برداشتم نمیتونم بخونم. راه دوم اینه که یک فرض کنید لیزر میکنم. همین الان آقای دکتر سرودی دائما دارن اعلام میکنن بیاید حتی توی یه جلسه که سر توی چند دقیقه کار رو درست میکنم، میدید امور کار مثل ماجرای چشمی. یعنی این شما با دکتری چیز که عجیب، فرمودین نه آمریکا اینکه هستن؟ نه نه اینکه من قصدم اصلا دکتر چشمن عرض من، نه نه شما اینجا تشبیرید، ما تو مرکز خود ما، نه اینکه بگم مثلا بیاد اینجا، شما استرالیا دارید، تو ملبورن و سیدنی و اینا هستن، شما به راحتی میتونید توی مراکزی برید که اولا یه تست تووا هم سرتون بدن که خاطرتون آسوده بشه، و دوم اینکه میتونن دارو مصرف کنن که اگر حتی دارو روز دومش معلوم میکنه که حالشون خیلی فرق کرد یا نه، اگر مشکلی دارن، اگر اینقدر محسوسه اون ورش هم مشخص بشه که من که نمیتونم بخونم عینک بزنم میخونم، حتی اگر به دارو جواب ندن که نشون میده اصلا ADD نیست، ایشون میتونه مسائل دیگری داشته باشه. برو به هر کدوم از اینا باشه، در دنیای امروز که مسئله ای نیست ماجرای ADD یا ADHD که مگر بخوام اونو معالجش کنم. و بعدم زمینه ارثی یکی از عوامل، اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که فرزند شما با ADD یا ADHD متولد بشه، خب بشه یک کمی کار داره، 6 سالگی 7 سالگی هم درستش میکنیم، قبل از 9 سالگی تمام میشه میره برای همیشه. نگفتم دلیلش دیگه پس درست نیاریده. میشه توی بچگی آقای دکتر؟ آره فقط شما من خیلی نگران پسرم عزیز من، آقای دکتر عزیز من. خیلی هم شیطونه الان، همش فکر خب میکنم نکنه اینم های شاید فراتیبه. نه 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 بعید نیست، ممکن هایپر اکتیویتی داشت، خب باشه همون هم میشه، اون سمت راست مغزش یه مقداری بیش فعال، یعنی میز امواج مغزش بالاست، براتی میشه آوردش پایین، یعنی اصلا کار عجیب و غریبی نیست. اگه میخواید شوهر رو طلاق بدید یه مرد حسابی پیدا کنید، اون یه قصه دیگری است. خب از بگم آقای دکترا، تازه ما بعد از اینکه گفتن ADHD داشته و الان ADD داره، تازه متوجه شدیم که اون جاهایی که به تیپ و تاپ هم دیگه میزدیم به خاطر ADHD بوده. البته اون حرف دقیق و درستی نیست. نه ببینید، نه حرف درستی نیست. هر یک کسی ADD یا ADHD داره برای همه عمر داره، فقط تفاوتش اینه که هایپر اکتیویتی در کودکی با بیش فعالیتی همراهه، در بزرگسالی میتونه به سمت خفیف افسردگی بره با عدم فعالیت، ولی معناش این نیست که تموم شده.
و اصولا ریشهش نشون دهنده این هست که ای بسا ماجرا به خاطر سیستم عصبی. حالا همسر شما فرزند چندمه؟ فرزند اول، 2 سال و نیمم بعد از خودش برادرش به دنیا آمد. اونش اونقدر مهم نیست، میدونید داستان چیه؟ چون بچه های اول میدونید که سزارین شدن یا به صورت طبیعی به این دنیا آمدن. بله بله، سزارین شده آقای دکتر. چرا سزارین شده؟ خدمتتون بگم، پسر مادر، خب خیلی وقت پیش بوده، ولی مادرشون گفتن که ساعتهای طولانی توی نشال دلیوری okay. میخواستن بکنن ولی نشده، نشد. دیگه رفتن سیستم. حالا پس بنابراین حالا 80% هم خاطر شما راسته میکنم که ارسی نیست. شوهر شما به خاطر تولد آقای دکتر، آخه پسر خودم هم اینطوری شد، شبیه پدرش بود، یعنی لان نشال دلیوری بود ولی نشد. نه سب کنید من به خودم میگم تلفن میکنم مدارک رو پس بگیرن دکترها رو ها. سر به سر نزدید، بذار مورد شوهرتون رو حل کنیم. همسرش ببینید عزیز، وقتی یک کسی مشکل ADD یا ADHD داره و بعدا معلوم میشه که مسئلهش تولد بوده، یه دفعه احتمال این که ارسی باشه که مثلا 20-30% میشه 2%. پس ارسی نیست، پس اینو بذاریم کنار. ایشون به خاطر تولد پدر شوهرتون. پسرتون میگید هست، باز دو مرتبه همون خطر رو خودش به خودی خودش داره. حالا شما مسئله تولد فرزندتون چگونه بود؟ یعنی چه مدلی طول کشید؟ تقریبا آقای دکتر 12 شب شروع شد دردها و تا ساعت 8 صبح ادامه داشت، یعنی 8 ساعت. ولی خدا رو شکر چون دکتر خصوصی داشتم، ایشون اصلا امونمون نداد دیگه، در جا گفت باید سی سکشن کنیم، من نمیخوام کش پیدا کنه این قضیه. کار درستی کرده، همونجا سی سکشن کردن. حالا من خیلی راجع به این موضوع ناراحت شدم، ولی نه بی خود نه آخه عزیزم، ما متاسفانه طبیعت که هیچ کارش درست نیست، قربونه دارم، میکروب و نمیدونم ویروس ها اینا طبیعی هن، اینا مصنوعی هن. بنابراین شما گفته بودید سزارین یه چیزه، یه آسیبه، من میخواستم این آسیب بهش نرسه. نه مسئله بحث علتش این است که سزارین یه جراحیه، تمام ویژگی‌های جراحی رو داره، ولی طبیعت بله. وقتی که کارش درست نیست، اون موقعی که خیلی اوضاع خرابتره عزیز. به همین جهت همیشه هر زمین است که به مجردی که پیچیدگی پیدا شد سزارین کنید، نگذارید بیخودی بله. در این مسیر. خیلی خب، بنابراین کار دکترتون بسیار درست بوده خوشبختانه. حالا بله. اولین سوال من که پسرتون، پسر گفتید دارید دیگه، درسته؟ بله، 18 ماهشه. 18 ماهش، خب این پسرتون وزن تولدش چقدره وقتی بیرون آمد؟ اگر سر 9 ماه بود وزنش چقدر؟ 42 هفتگی به دنیا آمد، 2 هفته دیر اومد به دنیا و وزنش هم 3 کیلو و 400 گرم بود. ولی دکتر گفتش که برای فیزیک بدن من خیلی بزرگه، چون من خودم خیلی کوچیکم از لحاظ بدنی. حالا اونش یک کمی متفاوت از، ولی اون پس مشکلی هم ما اونجا نداریم. مشکلات خاصی هم که در جهت خوابش و تغذیه شما تو این 18 ماه نداشتی داشتی؟ نه، چون که دیگه آشنایی داشتم و این کورسای شما رو گوش کرده بودم و همه چی خوب پیش بردم. فقط یه مشکل داشت وقتی به دنیا اومد، یعنی اولش نه، از 3-4 ماهگی ریفلاکس داشت، شیرو خیلی می آورد بالا، ولی من سعی کردم که به خوب به موقع شیر بدم که وزنش کم نشه. وزنش هم کم نشد. ولی آقای دکتر یک چیز رو میخوام بهتون بگم که بازم میگم دلایلی که هزیتیت میکنم واسه بچه دوم، یکیشم اینه که پسرم 12 ماهگی یهو شروع کرد به تیپ تو کردن. تا 2 ماه من اینو واچ کردم که ببینم تیپ تو داره بازی میکنه یا واقعا موندگار شده. که موندگار شد 2 ماه آقای دکتر، رفتیم پیش نورولوژیست، گفتش که اینو MRI کنید. اومدیم MRI کنیم، دوباره خوردیم به قرنطینه. بعد یهو دیدیم که اون چند ماه قرنطینه تا الان این تیپ تو از بین رفت. حالا اصلا بمونم گفتم بیا MRI انجام بدید، ولی ما از ترس خودمون که میترسیم به قول شما اون داروی بیهوشی MRI سیم کشی مغزش رو خراب کنه. چرا امارایتون امارای چرا فکر کنید امارای رو از طریق بیهوشی میخوان انجام بدن؟ گفتن که اصلا نمی کنیم این کار، گفتن تمام بچه های زیر 5 سال و فقط هم یه مؤسسه انجام میده، اونم گفته باید بیهوش کنیم. من هم آقای دکتر میترسن آخه مطمئن بیهوش مثلا نه آخه چرا بیهوش؟ برخی از وقت میتونن یه ذره برای امارای
نمیدونم اون کار تخصص من نیست ولی تعجب میکنم. بله آقای دکتر، منم همین حرفای شما رو بهشون زدم، گفتن نه بچه ها تکون میخورن، نوبت ها زیاده، بچه ها باید کامل اصلا تکون نخورن. گفتن ما اینو چطوری آرام بخش متخصص بیهوش میاریم. نه حالا اونو که خب بیهوشی البته مسائل خودش رو، ولی چرا آرام بخش بشنن که آروم بگیره؟ من همینم گفتم، گفتن متد اینجا همینه، آخه متد اینجا نیست که ببرمش. نه ببینید من مطمئن نیستم، اونو چک کنید، من این کار تخصصم. منم نازم چک کنید، من ترجیح میدم که بیهوشش نکنن، ولی میتونن در حقیقت من مقدار آرومش کنن و این امارای رو ازش بگیرن. مگر حتی آقای دکتر من خودم ازشون نوبت گرفتم، رفتم اون مکان امارایشون رو دیدم، دیدم نه جدی قضیه، یعنی بچه هایی دیدم که کامل خوابش کرده بودن. نه ببینید سب کنید آخه اشکال کاری بله. چیزی از مطالعاتی که روی بیمارستان امریکا شده نشون میده 90% بله. قواعد و قوانینی که در داخل بیمارستان در حالت عادی است فقط به خاطر پزشکان و کارکنان نه بیماران. بله درست. خب منو نگران میکنه، میدونید برای منم اینا. همینطور. خب بنابراین چک کنید عزیز، من که کار تخصصم نیست، چک کنید ببینید بله. همیشه بدون بیهوشی باشه. حالا همینو خواستم بگم، گفتم این پسر از 2 ماه تیپ تو کرد، از اون طرفم برسش اون شکلی بود، از این طرفم جریان ADHD پدرش رو که بهتون گفتم. یه مورد دیگه مونده آقای دکتر اگه اجازه بدید. صاحب کنید بذارید ما بریم پیام صاحب کنید. نه بذارید بریم پیام رو بشنیم برگردیم، چون به نظر میرسه ما آخر کار باید شوهر رو عوض کنیم. اینا باید برنامه خوب آقای دکتر خب باشید. نه من چرا که واقعیت اینقدر ایشون الان خوشحال شده که حد نداره. روز بهانه شماره 56 هم جان. بله بله. بهانه آخر آقای دکتر مشکل خودمه. وقتی که باردار بودم سیندروم کانال کارپال دست راست گرفتم، بعد از اینکه رفتم نورولوژیست و تست نوار دست دادم گفتن که با بارداری دوم بدتر میشه، یعنی در طول بارداری دستم خیلی اوضاعش بدتر میشه و گفتن که حتما باید عمل انجام بدم که این کانال رو باز کنم. اینم خودش یکی از دلایلیه که نه من چجور من نمیدونم عزیز، من در این باره چیزی نمیدونم. عملی چه هست؟ یه موقع آخه یه پروسیجری نه عمل سنگینی نیست، ولی بعدش یکی دو ماهی میگن که باید چیزی با دستتون بلند نکنید، کاری باکه. انجام ندید. خب اونو و این میشه بعد بچه دوم انجام داد. نه این دیگه دلیل محکمی است برای که مادر زن بیاید. آقای دکتر دیدیم بهتون گفتم باید بیاد، شما میگین نه. من اصلا حرفی ندارم، یعنی من اگر شما فکر کنین از فریبکاری و حیله‌گری مادران و یا خانم ها بیخبر هستم اشتباه میکنید عزیز. من میدونستم بالاخره، من همیشه گفتم اگر خدا بخواد شاید بشه، اگر خانم ها بخوان شده. اینکه اصلا شما تردید نفرمایید، ولی با وجود این بچه دوم با این بهانه قبول نمیکنم که کنار بزنید. مادر بیان، خواهرشون هم بیان، عرض کنم که 3 تا از فامیلشون رو هم به خودشون بیارن، شوهر هم برای یه مدتی بگید بره برای خودش تو خیابون بگرده. من هیچ مخالفتی با اینا ابدا ندارم، ولی شما بچه دوم رو میخواید جان. آقای دکتر حالا به غیر از شوخی، ولی به نظر شما با این اصلا کی گفته من شوخی بودم؟ من بسیار نه سب کنیم، من تعجب میکنم از شما، بسیار جدی بود. من اصلا فکر کردم تمام فامیل رو شما بیاره، شما که تمام بهانه‌های دنیا رو جمع کردید برای بچه دوم. به هر حال حالا بریم وارد مرحله شوخی بشیم، چون داره که جدی بودم جان. بفرمایید آقای دکتر به نظر شما با این مسائلی که هست اگه تصمیم به بچه دوم بگیریم، به نظرتون آیا بازم ترای کنم برای نشاط دیلیوری یا همون اول بگم الکتریکشن کنم؟ شما چون از اول رفتی سزارین، از اول برید رو سزارین. اصولا من فکر نمی‌کنم در بیشتر موارد اصلا این کارو بکنم، یعنی وقتی بچه سزارین بوده دومی گفتن سزاریان. من گفتم اجازه دارید ترای کنی اگه نه. ببینید نه گوش به حرف شما ندید. ببینید بذارید یه چیزی بگم، امیدوارم پزشکان زنان و زایمان منو تصحیح کنن، ولی در حد کمی که من میدونم متاسفانه شرکت های بیمه اصلا پزشکی که بره روی هی سزارین رو به بس و جز گروه خودشون بعد از این مدتی نخوان یا سخت میگیرن یا خیلی توضیح میخوان، چون هزینه سزارین چند برابر هزینه
زایمان طبیعی. ولی میدونید ما امروز از نظر علمی به هیچ وقت نمیگیم حادثه زایمان، میگیم فاجعه زایمان. ببینید طبیعت دست گلاب داده، کاراشو درست میکنه، ولی اشکال کار این است که انسان رو پای خودش نگه داشته. چون رو پای خودش نگه داشته روی دو پا و چهار دست و پا نیست، نتیجتا وزنی که نوزاد داره رو مادر نمیتونه نگه داره و بنابراین بچه میاد 9 ماه، در حالی که شاید باید مثلا 1.5 سال طول میکشید بعد میابن که برسه به مرگ. چون نوزاد انسانی ضعیفترین نوزادی است میان به هر حال موجوداتی از این قبیل یا چهار پایان که به دنیا میاد. بسیاری از حیوانات هستن، فرض کنید اسب، بچهش متولد میشه 20 دقیقه بعد بچه میتونه رو پای خودش بیسته بتونه زندگی کنه. کودک انسانی بعد از 1 سال تازه کجاست، حتی راه نمیره. میدونی میخوام خدمت رس کنم، طبیعت تو جهت انسان از این بابت گرفتاری درست کرد. شاید هم یه دلیلی شده که اصلا خانواده به وجود اومده، برای که مادر مجبور کنار بچه باشه. چون ببینید کودک انسانی وقتی به این دنیا میاد، اگر همه امکانات رو براش فراهم کنید حتما بعد از 48 ساعت مرده، امکان نداره زنده بمونه. بنابراین احتیاج به یه مواظبت و مراقبت یک انسان دیگه داره، یا یک کسی که جای انسان رو بگیره. حالا قصه ها در این باره فراوونه. بنابراین هیچ موجود دیگری، شما هیچ سگ رو اینجوری نمیبینید، گربه رو اینجوری نمیبینید، اسب رو اینجوری نمیبینید، فیل رو اینجوری نمیبینید. علتش اینه که این ایستادن انسان به روی پاش مسئله شده و سبب شده بچه ها قبل از موعد به این دنیا بیان و به همین جاست که ناتوانند. ولی خوشبختانه طبیعت اومده یه جای دیگه کلک رو زده، مادر رو تبدیل کرده به کارخانه تولید شیر، کودک رو هم در 2-3 ماه آخر نشونده اونجا بشین فقط یه کار بکن، شستتو مک بزن، در نتیجه یه چیز یاد بگیر مک زدن. بعد سینه مادر رو درست کرده، نوکش هم درست کرده، بچه رو میفته به این دنیا، یا سینه مادر یا شیشه شیر زنده میمونه. یک مهارت و فقط یک مهارتی که سبب میشه کودک زنده بمونه، مک زدن، که اونو 2-3 ماه آخر تو شکم مادر تمرین کرده. الان عکسایی که میگیره نشسته دستش رو شستش تو دهنشه. بنابراین میخوام به شما بگم ولی طبیعت در جهت تولد انسان خیلی خرابکاری کرده. اینکه یه دهی میخوان بگن طبیعی همه چیزش خوبه، بارا مرز کردم، میکروب هم طبیعیه، ویروس هم طبیعیه، مرگ هم طبیعیه، زهر مار هم طبیعیه. بنابراین مهم تناسب ایناست. به همین جهت است که لطف کنید بچه دوم رو بیارید، وقتی هم که اومد من ببینمش بهش بگم من سبب شدم تو از این پدر مادر به این خوبی به دنیا بیای، و به پسرتون هم میگم این خواهر و برادری که تو داری به خاطر منی. نه بازی در نیارید، بیارید مادرتون رو همه فامیل رو هم بکشید استرالیا. فعلا که آقای دکتر راشون نمیدن به خاطر بسته شدن من. نه درست میشه به زودی طرف چند ماه آینده. ولی شما بچه رو بیارید، شما الان حامل هم بشید 9 ماه دیگه از خانم، قول به شما میدم 9 ماه دیگه همه چیز خوبه. آقای دکتر خیلی ممنونم از کمکاتون. اگه کورسای 0 تا 3 سالگی شما نبود چه کارهای اشتباهی که ما نمی کردیم. قبلا فکر می کردیم بچه‌مون که به دنیا اومد باش میریم مسافرت، بعد فهمیدیم بله. که اصلا 2 سال اول نباید تکونش بدیم. ببینید به هر حال اول مواظب باشید، ضمن نگذارید عرایض من و همسرتون بشنون، چون ایشون ممکنه هوایی بشن مثلا با اومدن مادر زن. آره دیگه، چون می دونید آره در اسلام میگن، در اسلام میگن مرد یا داماد خیلی مادر زن رو دوست نداره. میدونید چرا؟ برای که تصویر زن آیندهش رو از حالا میتونه ببینه که این چی میشه بعدا. من نمیدونم چی بگم. همون بهتره که بگم در حالی که مادرزن، خواهش کنم، در حالی که مادرزن داماد رو خیلی دوست داره، چون فکر کنه اگر خودش قرار بود شوهر انتخاب کنه او رو انتخاب میکردم پدر شما رو. بنابراین میبینید چقدر در وقتی جالب حرفایی که میزنید یه جورایی واقعیشو دیدم. درسته، به حال مواظب خودتون باشید، به همسرتونم سلام بسیار برسونید. هم بذارید بشنم، من ایشون مرد خوبی است مطمئنم، هوایی نمیشند به خاطر شما و پسر عزیزتون. نه مرد خیلی خوبی آقای دکتر، مطمئن. خیلی خوب. مطمئن آقای دکتر، آرزوی سلامتی براتون دارم در کنار خانوادتون. خیلی ممنونم.